بری میرسیم به ظرافت تراشه ها روی سنگ چین های عظیمش، نوشته و نقش هنر از دل سنگ های سخت شهر یری اینجا تا عرش ارگ های عظیمش، تمدن فرهنگ پشتکار به کانون هنر میدرخشند که هنر نزد ایرانیان است و بس. سلام خانوم ها، آقایان عزیز، اینجا تازه شو در نزدیکی شهر مشکین شهر یک جایی اومدیم که امیدوارم هیجان زده بشیم. من که خودم الان یه همچین اتفاقی افتاده در یک در واقع ستونهایی به شکل انتزایی و که برمیگرده به 4000 سال قبل از میلاد. اینجا شهر یلی و یک معبدگاهیه و یک در واقع شهریه که از دوران مفرق تا زمان آهن، حالا جوری که من شنیدم اگر اشتباه نکنم، گفته میشه. و چقدر خوب که ما همچین فرهنگی داریم. خانم ها آقایان، اینجا ایرانه. از دل سنگ های تاریک عمق زمین تا درخشش آفتاب شهر تاریخمند شهر یری میرسیم به ظرافت تراشه ها روی سنگ چین های عظیمش. اینجا پر از حرف های ناگفته است، پر از قصه های ناگفته. برای من که جذابه و از آقای ایمانی عزیز که این چند روز میزبان ما بودن خواستم که باز یک سری اطلاعات بیشتر بده که بدونیم اینجا کجاست و اینجا چه شهریه. آقای ایمانی عزیز سلام، ارادت. آقا احوال شما؟ سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. ما این چند روز خیلی اذیتتون کردیم. ارادتمند شما و ممنون که در واقع ما رو جاهایی بردین که احساس میکنم که باید دیده بشه و باید گفته بشه. آقا یه ذره از این شهر برای ما بگین که اینجا کجا میشه دقیقاً و قدمت این شهر به کی برمیگرده؟ محبت باستانی شهریری در شهرستان مشکین شهر یکی از شاخص‌ترین. از آقای ایمانی عزیز که این چند روز میزبان ما بودن خواستم که باز یک سری اطلاعات بیشتر بده که بدونیم اینجا کجاست و اینجا چه شهریه. آقای ایمانی عزیز سلام، ارادت. آقا احوال شما؟ سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. ما این چند روز خیلی اذیتتون کردیم. ارادتمند شما و ممنون که در واقع ما رو جاهایی بردین که احساس میکنم که باید دیده بشه و باید گفته بشه. آقا یه ذره از این شهر برای ما بگین که اینجا کجا میشه دقیقاً و قدمت این شهر به کی برمیگرده؟ محبت باستانی شهریری در شهرستان مشکین شهر یکی از شاخص‌ترین محبت‌های باستانی شمال غرب ایرانه. این محبت طی سال‌های 1182-83 و 84 طی سه فصل باستانشناسی کاوش شده و مورد مطالعه قرار گرفته. بله. استقرار جوامعی با شیوه معیشتی نیمه کوچ نشینی در این محوطه در عصر آهنمیانی با ساخت قلعه استحکاماتی، گورستان وسیع و معبدی با 537 سنگافراشت انسان ریخت به اوج رونق خود رسیده. یعنی داستان مفرق تا آهن در واقع همینه. آره. ببین این سایت حسنشینی که در کنار رودخانه تمدنساز و آینه گرسوس و تاجستان‌های ارزک، لحاق، فخرآباد، نوبدی اولیا، پیرزمیان و اشیایی که اینجا در طی سفس کاوش به دست آمده بزرگترین شاهکار هنریش اینه که دو تا گوشواره به شکل خوشه انگور، یعنی برگرفته از تاجستان انگور اینزا، از اینزا تو موزه شهرستان مشکین شهر در معرض دید عمومه. حالا اینطور بگیم که واقعا اینا هنر گذشتگانه، یعنی یادگار و خاطرات، آرزوها، آمال و
در واقع این خصوصیات ذاتی اون دوره هست که آوردن اینطوری تراش دادند و این یادگار گذشته هست. دقیقا همینطوری که فرمودین، هنر در واقع اصالت و هویت یک تمدن رو میتونه به رخ بکشه و این هم به نظر من همینه، همین چیزی که فرمودین و در واقع ما هویت و اصالتمون رو از این هنر الان و تاریخ در واقع این قصه رو میتونیم برای آیندگان به تصویر بکشیم. نوشته و نقش هنر از دل سنگ های سخت شهریری اینجا تا عرش ارگ های عظیمش تمدن، فرهنگ، پشتکار به کانون هنر می درخشند که هنر نزد ایرانیان است و بس.